سلام شنبه 24 اردی بهشت 90 14 می 2011 بیلاکی در مورد 15 موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه با نزدیک شدن به اعتصاب یک روزه دانشگاه ها فردا یک شنبه 25 اردی بهشت بحث های مختلفی مطرح شده که من اگر بخوام جنبندی بکنم این بحث ها شامل این است که در واقع اعتصابات یک روزه راهکار مناسبیه که با تمرین کردن اونها زمینه برای گسترش اعتصابات فراهم میشه دانشگاه ها پیش قدم شدن یک روز اعلام کردن سر کلاس نمیرن بعد همین کار رو میشه ادامه داد مثل اینکه یک روز مردم تصمیم بگیرن سوار اتوبوس نشن و مترو و شبکه حمل و نقل هم همکاری بکنه یک روز مردم به اداره ها مراجعه نکنند و کارمندا همکاری بکنند یک روز مردم به بازار مراجعه نکنند و مواردی از این قبیل که آروم آروم در واقع امکان میده همراه با ترمیم شبکه اطلاع رسانی جنبش و ترمیم سازماندهی های محلی و خانوادگی جنبش زمینه مساعد بشه برای اعتصابات سراسری در این خصوص باز هم روزهای آینده صحبت خواهیم کرد برای اینکه من مجموع مطالبی که میبینم مطرح میشه بسیار بسیار به لحاظ تجربه کشورهای دیگه و دانش مبارزات بیخشونت در مسیر درست و منطبق با دانش این مبارزات و تجربه کشورهای دیگه است نکته دوم اینکه آقای واحدی مشاور آقای کروبی در مصاحبه با سهام نیوز اعلام کرده که آقای کروبی در شورای هماهنگ رای سبز امید نماینده نداره و ایشون گفته که اصولا با اجرای بدون تنازل قانون اساسی مسئله داره آقای واحدی و گفته که مناسبترین فرد برای اجرای قانون اساسی هم از نظر بنده خود آقای خامنه است که نشونم داده که بندهای ولایت مطلق و غیره رو اجرا میکنه به هر صورت آنچه که در جنبش سبز به خوبی حرکت میکنه این است که نظریات مختلف اعم از اینکه در بخشهای مختلف باشند در شوراهای مختلف تشکیلات مختلف و هماهنگی های مختلفی که هر کسی با همفکران خودش در هر بخشی داره تا اینجای کار ضمن حفظ اصول خودشون در مجموعه کلان جنبش با هم دیگه حرکت کردند و با هم راه رفتن بدون اینکه هیچ بخشی هیچ شورایی هیچ گروهی بخواد که کسب هژمونی بکنه و بگه که او به جای همه تصمیم میگیره کاری که شاید بیش از همه خود آقای موسوی و آقای کروبی سعی کردند که به همه منتقل بکنند که اونها هم نمیخوان هژمونیک برخورد کنند و همراه بقیه است هم. نکته سوم اینکه پیمان روشن زمیر از زندانیان سیاسی که بازداشت موقتی رو در زندان کارون احواز بوده و از دوستان زیای نبوی دانشجوی زندانی در اونجا هست هم گزارش تکان دهنده ای رو داده از وضعیت بعد بیش از 4500 زندانی عادی در این زندان که با تراکم شدید جمعیت وضعیت بد بهداشتی تغذیه فساد مواد مخدر حتی قتل در این زندان دست و پنجه نرم کنن البته خوشبختانه 52 زندانی سیاسی فعلا به جای کمی بهتری منتقل شدن ولی نگرانی برای سایر زندانی ها کماکان هست نکته چهارمی که آقای دکتر ناصر زرفشان مبارز قدیمی که وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتل های زنجیری بود و بر سر همین هم پنج سال به زندان رفت روز گذشته در یک تصادف به شدت مجروح شده زخمی شده مدتی هم در کما بوده و آقای دکتر رئیس دانا از دوستان ایشون اعلام نظر کرده و گفته امیدوارم که این تصادف مسئله پیچیده نباشه چرا که یک خودروی نیمه سنگین منحرف شده و اومده به ماشین آقای دکتر زرفشان کوبیده نکته پنجم اینکه دولت موافقت کرده سازمان حمایت از مصرف کننده که نرخ روغن نباتی نرخ رسمیش بین 10 تا 15 درصد و نرخ پوتهای شوینده 14 درصد افزایش پیدا بکنه با این موافقت ها یک لیست بلندی از کاله ها هم در دستور قرار داره که افزایش قیمت به تدریج شاملشون بشه اگرچه در بازار آزاد نرخا خیلی سریعتر از اون چیزی که دولت رسمی میپذیره پذیره افزایش پیدا بکنه نکته ششمی که سردار حسین همدانی فرمانده سپاه تهران گفته که جریان فتنه منظورشون جنبش مردم در حال توطعه برای سال جاری منظورشون این که جنبش در حال برنامه‌ریزی برای سال جاری که حرف کاملا درستی هم هست و جنبش با برنامه هایی که در دستور داره بخش های مختلفش پدر امثال آقای همدانی و مدافعین دیکتاتوری رو در خواهد آورد ایشون گفته که فتنه داخلی ما در مقابل فتنه داخلی آسیب پذیریم این رو هم درست گفته برای اینکه به شدت حکومت در مقابل حرکت مردم بی مقاومت و آسیب پذیره نکته هفتم اینکه در آقای احمد توکلی اعلام کرده که نشستی که آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی داشتن به نتیجه رسیده و آقای احمد نژاد حرف مجلس رو راجع به ادغام وزارت خانه ها و وزرا پذیرفته اما دو تن از معاونین آقای احمد نژاد گفتن ما اطلاعی نداریم نکته هشتم اینکه آقای جنتی در نماز جمعه دیروز گفت که پروبال جریان انحرافی منظور جناح آقای احمدی نژاد و مشایی رو ما چیدیم در حال قیچی شدنه و ایشون گفته پولهای کلانی رو میخوان اینها خرج انتخابات بکنن و ضمنن دکتری رو گفته که جالبه گفته هرچی اینها می میکنن میگن آقا در جریانه و ما فکر میکردیم منظورشون آقای خامنه است اما از یک جایی به بعد فهمیدیم منظورشون امام زمان نه رهبری نکته نهم اینکه آقای رحیم مشایی هم با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرده در اونجا از رهبر تمجید کرده و طرفداری از ولایت فقیه کرده اما بقیه رو به شدت کوبیده به نظر می رسه این استراتژی فعلی آقای احمدی نژاد و مشایی آنچنان که استراتژی اون طرفی ها همین است که احمدی نژاد رو نگه دارن اطرافیانش رو بکوبن نکته دهم ده اینکه وبلاگ سربازان خودسر امام زمان و که خودش رو فرزندان نواب صفوی هم نامیده آقای رحیم مشایی رو به ترور تهدید کرده و خیلی هم روشن گفتن همونجوری که سعید اسکر آقای دکتر هجاریان رو ترور کرد و آبم از آب تکون نخورد آقای سعید اسکر آزاد شد ما هم این کار رو خواهیم کرد یک وبلاگ دیگه مخالفین دولت از بین اصولگراها هم گفته که بوی خودکامگی از احمدی نژاد میاد و سقوطش نزدیک نکته یازدهم اینکه آقای جواد لاریجانی گفته که اعدام هایی که در اروپا میشه اگر مواد مخدر رو ما کنار بگذاریم 74 درصد کاهش پیدا میکنه و ما این کار رو به خاطر اروپا انجام میدیم جالبه که البته در یکی از اسناد ویکیلیکس اومده بود که از قول مقامات جمهوری آذربایجان که سپاه در مواد مخدر و قاچاق گسترده اون دست داره نکته دوازدهم اینکه روسیه تلاش میکنه که جلوی انتشار رسمی سند شورای امنیت سازمان ملل رو در مورد نقض تحریم صادرات سلاح توسط ایران رو بگیره چرا که در این گزارش ظاهرا قید شده که ایران مجموعا نه بار قطعنامه شورای امنیت راجع به تحریم صادرات سلاح توسط ایران رو نقض کرده که شش بار اون ارسال سلاح به سوریه بوده انگیزه روسیه دفاع از حکومت فعلی سوریه است که در مقابل مردم سوریه خودش در معرض سقوط قرار گرفته البته از سوی دیگه روسیه آقای لاوروف وزیر خارجش مسئله عضویت ایران در پیمان شانگهای رو که ایران مدت هاست دنبالش هست رو موکول کرده به رفع تحریم های بین المللی از ایران و در واقع ایران رو به پیمان شانگهای را ندادن چینی ها هم موافق نیستند. نکته سیزدهم اینکه این که سه نفر دیگه در تظاهرات گسترده ای که روز گذشته در سراسر سوریه برگزار شد اقل کشته شدند و آمار جدید صحبت از این میکنه که تا کنون نزدیک به 850 نفر در سوریه کشته شدند. بریتانیا هم سفیر سوریه رو احضار کرده و گفته اگر سرکوب ها ادامه پیدا بکنه واکنش های بیشتری رو باید منتظر باشد نکته چهاردهم اینکه اعلام شده که دادستانی دادگاه بین المللی جنایی احتمالا روز دوشنبه حکم توقیف آقای قذافی رئیس سازمان امنیت آقای قذافی و یکی از پسرانش رو صادر خواهد کرد سفیر وزیر خارجه ایتالیا گفته بود قذافی زخمی شده ولی قذافی گفته که سالمه و در جایی هست که دیگه ناتو هم نمیتونه به او دسترسی داشته باشه و نکته آخر این که در ناآرامی ها در یمن کماکان برای پایین کشیدن دیکتاتور یمن ادامه داره و تا کنون دیروز هم سه نفر در یمن کشته شدند دندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفا و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی